سلام آقای بهنوت، تیتر روزنامه های 16 بهمن نشون میده که تنش بین دولت بختیار و آقای خمینی بیشتر شده. در این حال مذاکره هم بینشون برقرار بود، یعنی اینطوری که اسنادی که بعدا منتشر شد، از جمله اسنادی که سفیران امریکا و انگلیس نوشتن، البته درستش بریتانیاست، نوشتن نشون میداد که در اون روز مذاکراتی در پیش بود که از یه طرف بختیار بود، یه طرف نظامی ها بود و یه طرف هم کسانی بودن به نمایندگی از طرف آقای خمینی. بریم سراغ آیندگان. هم توی که داریم میبینیم بختیار میگه که تنها یک حکومت وجود خواهد داشت. بله، این درست همون روزیست که فرمان نخست وزیری مهندس بازرگان داده شد. در این صحنه که داریم میبینین عکس رو، در اون زمان هنوز هاشمی رفسنجانی کسی نمیشناخت، به همین جهت هم بیشتر روزنامه همین دو نفر رو تو اون صحنه دیدند، نه اینکه این طرف سمت راست آیت الله آقای هاشمی نشسته بود جوان و حکم نخست وزیر رو او خوند. و بنابراین به این ترتیب فرمان نخست وزیری بازرگان صادر شد. سفر میبینید که پر شده است از اخباری که دیگه درگیری نظامی توش نیست، به خاطر اینکه درگیری نظامی به میزان زیادی در این روزها کم شده بود و بیشتر صحنه در اختیار سیاستمدارا بود که حرفای مختلفی میزنن، که بعدا معلوم شد که اون پشت داره یه مذاکرات خیلی جدی بوده که در بسیار از این مذاکرات آمریکایی‌ها و مستشاری آمریکا اینا هم بودن و حتی اویزر تا موقعی که بوده و بیشتر سرنوشت بر سر این بوده است که نظامی ها چه میکنند، آیا میرن با مذهبیون یا نمیرن و چه انجام میدن، و بختیار همینطور. اینجا این پایین هم داریم میبینیم که داره میگه که راه قانونی برای ساقط کردن دولت بختیار. بریم سراغ روزنامه اطلاعات و جمله جالبی که از آقای بختیار نقل کرده: جمهوری اسلامی برای من مجهول است. بله، حالا دیگه هر روزی که این مذاکرات پیش میره اوضاع به بختیار سخت‌تر میشه، به خاطر اینکه کسایی که میرن و میان کاملا پیداست که دارن او رو تنها میگذارن. نظامیان میلی پیدا کردن به طرف مذهبیون، تازه اون بخش آشکارش بود، بخش پنهانش ذره تیزتر هم بود. در این حال این خبرم خبر کوچیکی نبینید که 200 نفر مقام عالی هم در معرض بازداشت قرار گرفتن. این آخرین تهدید برای بازداشتی بود که در اون زمان شد. اطلاعات هم داره به قطعیت میگه که بازرگان نخست وزیر حکومت انقلابی روزنامه کیهان از مبارزه شدید پشت پرده داره خبر میده. بله دیگه، این گفتگویی که عرض کردم، این گفتگو حالا داره اینجاها یواش یواش اومده بیرون و بنابراین دو طرف دارم از معدود دفعات و شاید آخرین دفعاتی باشه که بختیار هم در بالای صفحه روزنامه ها اومده است. چرا؟ چون همزمان با اینکه این اتفاقات داشت میافتاد، یواش یواش ضعف شدید دولت که دیگه به نظر می رسید که نظامی ازش حمایت نمی کنن و این رو رقبا هم فهمیدند، داشت باعث می شد که خیلی از آدما وزیرای بختیار رو به وزارت خانه را نمیدادن که خبرش در روزنامه های اون موقع هم اومده است. بریم تهران مصور رو هم ببینیم. ببین اینجا تهران مصور داره روی جلدش با عکس، این عکس وسط عکسی از کاوه گلستان، داره نشون میده که آیت الله خمینی توی مذاکرات هی میگه نه، یعنی هی امتیاز بیشتری میخواد، و بختیار میگه آمادم اما، و در حقیقت داره با این ترتیب نشون میده که دست بالاتر دستی است که آقای خمینی داره و اینا مشروط است به اینکه نظامیان چه اتفاقی براشون میفته. جنبش رو هم میخواستیم یک نگاهی بهش بکنیم. بله، جنبش در حالی که روزنامه فروتنی بود، شبیه استنسیل بودش، ولی به دلیل حضور خود آقای علی اصغر رئیس جوادی که یکی از اولین کسایی بود که پیشرو اعتراض به حکومت شد و آزادی بیان خواست از شاه در نامه معروف به او، جنبش میبینید که در این مقالات که هیچکدوم اسم نداره، به نظر میرسه همش هم نوشته خود آقای جوادی باشه. شمشیر دموکراسی آقای بختیار، این پایین هم همینطور کشدار یک شنبه، همه یه مطالبی که دارید میبینید در حقیقت به یک نوعی علیه بختیاره و یکی از اینها یه تنه هم به نظامی ها زده بود و همین کشدار یک شنبه که باعث شد آقای جوادی رو نظامی ها با عنوان آخرین تکونی که به خودشون دادن دستگیر کردن، که بعدم تظاهرات شد و چند روز بعد آزاد کرد. ممنون آقای بهنوت، مرسی.